شاگردای عزیز سلام، امید است که جور و تندرست باشین و به امید خوشی ها و شادمانی های هرچه بیشتر شما درس امروز خود شروع میکنیم. قسمی که میبامین باز هم صنف هفتم هستین، مضمونی که میخوانین مضمونتان کیمیا میباشد و موضوعش اکسیژن میباشد. درس چهارم صفحه 62 و فصل چهارم میباشد. البته امروز ما و شما بالای اکسیژن صحبت میکنیم. خب شاگردای نازنین، پیش از اینکه ما و شما بالای اکسیژن صحبت کنیم، در قدم اول من یک سواله که بسیار مقبول دارم از شما سواله تره میکنم بر شما و شما بر من جواب میدین. سوال قسمی میباشه که اگر ما و شما دان و بینی خود برای چند ثانیه و یا دقیقه محسوس کنیم یا محکم کنیم، آیا به نظر شما کدام حادثه رونما میشه یا نه؟ میشه یا نه؟ بله بسیار خوب میشه. نفس ما چی میشه؟ نفس ما قید میشه. چرا قید میشه؟ یعنی عدم موجودیت اکسیژن باعث قید شدن نفس ما میشه. بسیار خوب، نام خدا. خوب پیش از اینکه ما شما اهداف آموزشی خدا شروع کنیم، اول یک مرور کوتاه بالای درس قبلی میکنیم. درس قبلی تان چی بود؟ استحصال چی بود؟ هایدروژن. بسیار خوب. خب شما هایدروژن استحصال کردین به دو طریقه ایره استحصال کردین و شما فهمیدین که به چی شکل ما معادلات تنوشه میکنیم، بعدا توزیع میکنیم. دیگه ضرور به دوباره تکرارش نمی باشه برای که وقت ما شما ضایع میشه. البته حالا میاییم بالای اهداف آموزشی. از شاگردان انتظار میره که در پایان تدریس به اهداف زیر دست یابه. یک، سمبول و دیگر مشخصات اکسیژن رو بدانید. درک نمایند یا درک کنین که اکسیژن جزء ترکیبی هوا، آب، زمین و بدن انسان می باشد. سیومش، بدانین که اکسیژن به حالت مایع و جامعه تبدیل شده می تواند. این رو باید شما بفهمید که هرگاه ما فشار را بلند ببریم و درجه حرارت پایین بیاریم، در این حالت ما می تواند که اکسیژن از حالت گاز به حالت مایع و بالاخره وقتی که تحت فشار نهایت زیاد قرار بگیره، این حالت جامعه را به خود اختیار بکنه. و چهارمش، در صورت وقوع حریق یعنی آتش، طریق های مختلف خاموش کردن آتش یاد داشته باشه. یعنی زمانی که اگر خدای نخواسته در خانه شما آتش صورت میگیره یا رخ میده، باید شما طریق های امی خاموش کردن آتش را بفهمین و اگر اعضای فامیل نفهمند برشان بگه. و بالاخره درک نمایند که بدون اکسیژن هیچ ماده نمیسوزه و این را باید بفهمید که بدون اکسیژن یا عدم موجودیت اکسیژن هیچ ماده چی نمیشه؟ در نمیگیره و یا نمیسوزه. یعنی خود اکسیژن مومد اطراق یا کمک کننده اطراق میباشه. اکسیژن به پیمان زیاد به حالت آزاد و هم به شکل مولکولی دعوا و هم به حالت مرکب با دیگر عناصر پیدا میشه. به حالت آزاد تقریبا 1/5 حسی هوا را تشکیل میده و به حالت مرکبات 88.88% آب تشکیل نموده. یعنی 88.88% در ترکیب آب وجود داره. اگر ما شما فرمول آب نوشته کنیم، نوشته میکنیم که فرمول آب است H2O، یعنی 88.88% از این چی می باشه؟ از این اکسیژن می باشه. 45.5% کتله زمین تشکیل داره و همچنان 65% کتله بدن انسان از نقطه نظر وزن اگه ما بگیم این اکسیژن تشکیل داره. اکسیژن در شرایط عادی یک گاز بیرنگ می باشه، بیبوی می باشه، به ذائقه می باشه و به منفی 183 درجه سانتیگرید حالت مایع و به 218 درجه سانتیگرید این حالت انجماد وقت اختیار می کنه و یا منجمد می شه و اکسیژن
در اتراق یا سوختن مواد کمک میکنه و هیچ ماده در عدم موجودیت اکسیژن نمیسوزه. امی هوایی که ما تنفس میکنیم مخلوطی از گازات و من جمله گاز اکسیژن میباشه که نه دارای رنگ میباشه، نه دارای بوی میباشه و نه دارای ذائقه میباشه. حالی اگه ما شما موقعیت اکسیژن در جدول دوره‌ای یا جدول پریودیک بگیم، میگیم که اکسیژن، سلفر، سلینیوم، تلوریوم و پولونیوم میباشه که اولین عنصر از این عبارت از اکسیژن میباشه. البته ما میتونیم که مدارایش رسم کنیم، منتها برزی که با فیلن بر شما مشکل خلق میکنه با دستانوپ هشتم و نوم انشاءالله بالزی میخوانیم. دیگه اکسیژن ذخیره شده در بالون میباشه. شما اینجا یک بالون رو میبینین و در این اکسیژن چی کردن؟ در این اکسیژن ذخیره کردن. اینا ما شما بالای یک فعالیت کار میکنیم که میبینید که آیا واقعا اکسیژن، آیا واقعا مواد توسط اکسیژن میسوزه یا نه. ما شما این رو عملا چی میکنیم؟ عملا میبینیم. خب موادی که ما بالای ضرورت داریم مواد بسیار ساده می باشه و شما ایره می تونید که در خانم تمرین کنید. یک تشت یا کاسه آب می باشه، یک توتا چوب یا یک مقوا امرای یک توتا یا یک دانه شمعی که بالایش نصب شده، یک عدد گیلاس یا بوتل می باشه و ایره خو می شناسیم گوگرد. الان ما شما چی میکنیم؟ کاسه آب میبینین یا تشه رو میبینین، مقوا امرای شم، شم رو میگیریم بالای مقوا محکم میکنیم. البته محکم کردن شما میفهمین. بعدا ایره ما به این اوره ها میکنیم. بعدا ایره چی میکنیم؟ بعدا ایره گوگت میزنیم به حساب در میتیم ما شما ایره. بوتل است، بوتل هاوی اکسیژن می باشه، این را بالایش هم می مانیم. شما جریان تابلو ببینین و مشاهداتتان را بعدا یادداشت کنین. البته شما جریان تابلو دیدین، عین چیزی که بچه شما مشاهده کردین، این را بعدا خانه کردین، در کتابچه‌تان چی می کنین؟ یادداشت می کنین. و علت از این که شمچه را با ماندن گیلاس گل شد، علت را نمیشه میکنیم. آره بازم من یک دو سوال از شما تره میکنم، حتما شما میفهمین. خب متوجه باشین. سوال اول، اگر در خانه چیزی بسوزه به چی شکل یا به چی قسم از سوختن جلوگیری میکنین؟ به چی شکل شما بر ما بگین؟ بسیار خوب، کمپل میپردین، لیاف میپردین، رگ میپردین، خاک میپردین و هوا را قید میکنین. بسیار خوب. سوال دوم، آیا کدام طریق های دیگه هم برای خاموش کردن آتش داریم یا نه؟ اگه یاد دارین بگوین. هوا رو قید میکنین، بسیار خوب. رگ میپردین، بسیار خوب. این طریق هایش میباشه و بالاخره اگه آتش سوزی به حساب ادامه داشت یا شدید بود کی رو خبر میکنین؟ اطفایه رو. بسیار خوب. شما ببینین شاگردای نازنین، امی زمانی که ما تجربه را انجام دادیم، عین تجربه اینجا نشان داده شده. در قدم اول شمع روشن کرده، گلاس و بالش مانده، بعد از یک ثانیه یا دو ثانیه دیدین که آتش خاموش شد و بالاخره این آتش خاموش شد یا شمع گل شد. ببینین در اینجا شمع روشن کرده، بالای مقوا در بین تشراب مانده، بعدا گلاس یا می بوتل به طور معکوس یا سرچپه بالش قرار داده و شم می بینید که روشنه. در شکل دوم شما بینید شم خاموش شده. چرا؟ چه رد داره؟ علتش می باشه که مقدار اکسیژنی که در داخل بوتل موجود بود یا وجود داشت این ختم شد، تمام سوخت، از او خاطر شم چی شد؟ شم گل شد. آره خواه انشالله پامینید. آنی میاییم بالای کار خانگیتان. سوال اول، هرگاه تنبیه حرارتی موجود نباشد آیا مواد میسوزه یا نه؟ هرگاه اینمی گوگل وجود نداشته باشد آیا
مواد خود به خود می سوزه، به این صورت نمی سوزه. سوال دوم، چندم حصه هوا را اکسیژن تشکیل داده؟ این درست من قبلا بر شما تشریح کردم، نشان می کنیم. و سوال سوم، اکسیژن در طبیعت به کدام حالت یافت می شه؟ البته این ضرورت برزیابی نیست، درست بسیار ساده و آسان بود. انشالله این را می خوانین و به امید موفقیت های هرچه بیشتر شما، سوالات انشالله در خانه چه می کنین؟ حل می کنین. تشکر از این که تا ایده ما را همراهی کردین. به امید پیشرفت و موفقیت شما درس علم کیمیا. خدا حافظ و ناصرتان. خدا حافظ شاگردای نازنین.